که زندگی ما، دنیا، جهان تفریط رو تجربه کرد، افراط رو تجربه کرد و عقلش و تجربهش او رو خواهد رساند به حالت درست و وسط. اون سبک زندگی اسلامی که چیزی سوای سبک زندگی مهدوی نیست. خوش به حال آن کسان، توب حالهم، خوش به حال اون کسایی که زمانی که دنیا تو تفرید بود و تو افراد با این دوتا کاری نداشتن. یادت نره 80 سال بیشتر عمره میکنه، برنامه شو بسته بود. بگو ببینم برنامه و هدف از زندگی چیه؟ آیا یک زندگی ببعیگونه برای خودت چیدی؟ یک زندگی انسانی، امنیه و سؤلت چیه؟ چی؟ آرزو با هم فرق داره، یکی آرمان و یکی آرزو. آرمان سؤل اسمش، یعنی اون بالاست، نوک هرمه. آرزوها چند تاست؟ ما چند تا سرتیتر داریم آرزوهامون. آرزوی آدم زیاده، اما 5-6 تا اصلیشه. یعنی چی؟ میگه من میخوام دکترا بگیرم، میخوام مثلا خدمت شما کنم، با فلانی ازدواج کنم، میخوام انقدر پولدار بشم. یه 5-6 تا آرزوی اصلی و بقولی آرزوی گردن کلفت داره. به اینا میگن امنیه. خب همه اینا در راستای چه میشه؟ سؤل. تقریبا 90% جامعه سؤل نداره. این 90% من با کسرت دارم میگم، من نرفتم کنتور بندازم دقیقا. یعنی خیلی دقت کنید، سوال نداره. یعنی بپرسی واسه چی داری زندگی میکنی؟ نگات میکنه به خدا قسم. بعد یا این لاف میزنه دیگه، بالاخره سعادتمند بشیم بریم بهشت فلان. میگه خب گور به گور شده، تو همه رفتارها جهنمیه، تو اینوری داری میری که بچه لاف بهشت میزنی. دروغ میگه. بهش بگی سوالت چیه نمیدونه. سوال ما میدونی باید چی باشه؟ سوال ما باید خدا باشه. سوال ما آن زندگی، آن سوی زندگی جنینیه. چقدر تکامل پیدا کردیم؟ برای این تکامل چیا نیاز داریم؟ اونا میشه امنیت. دقت کن، برای این تکامل چیا نیاز داریم؟ آقا میگه باید مادر فسفر زیاد بخوره، مادر ویتامین ای بخوره، مادر ویتامین بی بخوره، مادر همه این ویتامینا که باید به بدن من برسه برای تکامل نیازه. این تکامل، اون دست و پایی که اونجا بود اینجا میشه دست و پای معنوی. اون دنیا میگه بعضیا هستن سر صراط سینه خیز میرن، روایت امام صادق میگه بعضیا به سان برق میگذرن، میگه بعضیا هستن شکمشون رو زمین کشیده میشه، روایت داره میگه بعضیا هستن زبونشون از زیر دست و پا باید جمع بکنن. اون دنیا چی شده؟ این دنیا غیبت کرده، زیاده گویی کرده. این رفتارهای دینی اونجا میشه جسم تو. میگه پرخوری کرده 3 متر شکمش رو زمینه، میگه هرزگی کرده شعله از سرانگشتاش همینجوری میاد بالا، همینطور داره میسوسه، همینطور داره آتیشو تو با خودت میبری. قرآن خیلی قشنگ میگه، میگه مال حروم که میخورید دارید آتیش میخورید. کو آتیش؟ برنجه، همینه دیگه، کو آتیش. این حالت درست. سؤل ما خداست. اما قرآن میدونی چی میگه؟ اسلامی چی میگه؟ میگه تنها راه رسیدن به سؤل الهی فقط از طریق امام زمان است. خدا وکیلی هر آنچه که میخواید تو زندگی به دست بیارید، شما به من یک دانشو برای چی میخواید و برای کی میخواید؟ میگه خدایا میخوابم که انرژی داشته باشم، که بتونم درس بخونم، که بتونم به اون پزشک بشم، که بتونم مردم رو کمک بکنم، خدمت بکنم، تو شیعه خونه امام زمان کار بکنم. خدای دارم ازدواج میکنم، رابطه جنسی اصلا دارم، برای اینکه فکرم آروم باشه، تمرکز داشته باشم، حواسم اینور اونور نباشه، بتونم کار کنم و و و. خدای دارم غذا میخورم، غذایی که باب میلمم هست دارم میخورم، برای اینکه دوست دارم آرام. عجب، یعنی میشه هم خونه داشت، هم ماشین داشت، هم ماشین مدل بالاست. بله، یه تقدم تأخر عوض شد. فهمید چی شد؟ همین. به خدا همش همین. یک نکته این وسط هست، اونم چی؟ اینی که مبادا اون چیزایی که خدا بهت میده، مبادا اینا خودش حائل بشه. یعنی تو قرار سوار ماشینه باشه، ماشین سوار تو نشه. دیدی طرف یه ماشین میخره تا صبح خوابش نمیبردن، الان میان ختم نظر میشه، الان میان دوز میبرن. ماشینه اینو خریده، ببینید چی شد؟ این ماشین نخریده. مبادا یادت نره عزیزم، پای مال توه، دست مال توه، شکم مال توه، چشم مال توه، تو مال اینا نیستی. اسلام اجازه نمیده ماشین 200 میلیون بخرم. بله، به شرطی که چی؟ وسیله رسیدن به خدا باشه، نه وسیله پوز دادن، نه وسیله عقده‌ای بودن، نه وسیله تحقیر کردن مردم. برای چی زندگی؟ برای پوز دادن، برای عقده‌ای بودن، برای حقارت، برای یک زندگی حیوانی، یا نه؟
ان مال و البنون فتنه، زن، بچه، همه اینا آزمایش خداست. خدا به تو نعمت میده که به خدا برسی، بعد میبینه این نعمت رو استفاده نمیکنه، چیکار میکنه؟ عمدن رو همون دست میذاره، فشارش میده که دادت درات، بفهمی این مال خودت نیست، بعد از این استفاده میکردی. حالا اگر استفاده کنم چی؟ من بهت به خبر خوب بدم، شکر نعمت، نعمتت افزون کنه، بیشتر بهت میده. از شهرتت برای خدا بهره میبری، شهرتت رو روز به روز بیشتر میکنه. پولتو خرج خدا میکنی، خیریه میزنی، جوون به هم میرسونی، جهیزیه میدی، بیماری های خاص رو میری سراغشون فلان. ببین همین طور پول میریزه برات. هیئت برگزار، ببین کسایی که هیئت میگیرن و خدا وکیل زندگیشون رو نگاه کنید، نمیتونن پولاشون رو جمع بکنن، همین طور برشون پول میاد. میره یه زمین میخره، عدل کنش اتوبان رد میشه 10 برابر قیمت میخرن. صدای قشنگ بهت داده چجوری خرج خدا کردی، چجوری خرج امام زمان کردی. هوش بهت داده، خوشگلی بهت داده، بالاخره به هر کسی استعدادی، بهره هوشی بالا بهت داده، توان سخنوری بهت داده، پول و پله بهت داده، چقدر خرج کردی؟ به خدا قسم هر چی نعمت بیشتر بهت میده اون دنیا، هر کی بامش بیش برفش بیشتر. حضرت موسی به خدا گفت خدای من اون دنیا با کی تو بهش یه جام؟ یه قصاب رو نشون داد تو بنی اسرائیل، با همین. گفت با این. گفت آره، این تو قصابیش همه چیشو خرج ما کرد، تو هم تو زندگیت خرج ما کردی. عین اینی، 100 تومن داشته 100 تومنشو خرج کرده، 100 میلیون داشته 100 میلیون تو خرج کرد. خدا نسبت میگیره. داستان سر اینه عزیز دل دانشوی من، آش تو از اول نظر امامزاده بود، خرابش نکن. دختر گل، خواهر عزیزم، زیبایی 10-15 سال بیشتر نیست، بعدش دوره رکود میاد پایین. اگر مبنای زندگی تو بذاری جلوه‌گری، این سقوط میکنه و در اوج حسادت افرادی رو میبینی که کنار تو دارن اوج میگیرن، چون اونا دارن به سمت زیبایی میرن و تو مبناتو بر مبنای جلوه کردن گذاشته بودی، تموم میشی، از چشما دور میشی، دیگه نیستی، گم میشی، چون فقط نگاه به تو نگاه جنسی بود. دیگه به درد نمیخوری، گزینه های جدید دارن میان. آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، بی دیدنش از گریه نیاساید چشم، ما راز برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبیند به چه کار آید چشم. این چشم داد نعماتش رو نگاه بکنی، انتخاب بکنی، لذت ببری از هستی، گناه کن نکنی، هرزگی نکنی. چشم عباس نباید در می اومد، چشم اون هیزه باید در می اومد. دست عباس نباید قطع می شود، دست اون کسی که برد به سمت بیت المال اون باید قطع می شود. خدا چطور باید با عاشورا اثبات کنه برای ما؟ سبک زندگی مهدوی در حسین ابن علی است. حسین ایثار میکنه برای چی؟ برای مردونگی. خیلی خوشگلا، برای مروت، مردونگی داشته باش، عزت داشته باش. دیدی آدم ها توی به سختی میفتن ذلیل میشن، به هزار جا دست میزنن. ابو عبدالله فرمود، گفت دینداری برای اینا تا موقعی که دین به نفعشونه، چون به سختی بیفتن اون موقع دیندار از بیدین مشخص میشه. بعضی دیدی بعضیشون خیلی توپه، نگاه کن فان اینا، فانشونه، تفریحشون، فانشونه یه چک 100 میلیونی میکشه برید برای امام زمان مثلا فلان میکن برید بله. اما اگر زندگیش به سختی بیفته، ببین چجوری به دست و پا زدن بیفته. اصلا 100 میلیون پیشون ثروت یه داره هیچیه، بازم خدا خیرش بده داره میده، نمیگم نده، خب اما فان طرفه. یه جایی به سختی بیفته به لرزه میفته، میگه که نه خدای نکنه بگیرن ببرن فلان بشه به همان بشه. آه چی شد؟ میگه تنها راه رسیدن به سؤل الهی فقط از طریق امام زمان است. خدا وکیلی، هر آنچه که میخواید تو زندگی به دست بیارید، شما به عنوان یک دانشجو برای چی میخواید و برای کی میخواید؟